نخست سر خط خبرها. رئیس حج و اوقاف هرات از یک سوء قصد جان سالم به در برد. در حمله ی افراد مسلح ناشناس رئیس حج و اوقاف به گونه سطحی زخم برداشت. آغاز تطبیق واکسین پولیو در هرات. رئیس صحت عامه هرات میگوید که در این دوره 282,000 طفل واکسین خواهند شد. بازداشت 200 نفر در فرار به ارتکاب جرائم گوناگون. این افراد طی 2 ماه اخیر از سوی پلیس این ولایت بازداشت شده اند. لغو سفر نمایندگان پیکارجویان طالب به پاکستان. این سفر پس از شکایت حکومت افغانستان به سازمان ملل لغو شد. و اینکه آمریکا 5 مقام ارشد دولت ونزوئلا را تحریم کرد. خانم ها و آقایان سلام، وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از تلویزیون چکات خوش آمدید. شما همچنین می توانید به گونه زنده و مستقیم همین اکنون از طریق وبسایت ما بیننده خبرها باشید. وزارت معارف از عقد قراردادی برای ساخت یک باب مکتب نمونه به هزینه 222 میلیون افغانی در ولسوالی انجیل ولایت هرات خبر داده است. این وزارت با نشر اعلامیه‌ای گفته که ساختمان مکتب قلعه حبیب خان با تجهیزات کامل در 3 طبقه ساخته خواهد شد. ساختمان این مکتب که دارای صنف‌های مجهز و خوابگاه‌ها برای نزدیک به 300 دانش آموز میباشد، بیش از 25 جریب زمین را در بر می‌گیرد. هزینه ساخت این مکتب از طرف وزارت معارف تامین خواهد شد. سید محمد شیرزادی رئیس حج و اوقاف ولایت هرات کمتر از 3 روز پس از مخالفتش با برگزاری و تجلیل از روز ولنتاین مورد یک سوء قصد قرار گرفت. آقای شیرزادی گفته بود که ولنتاین فرهنگ غرب است و تجلیل از این روز در کشور اسلامی جایز نیست. پس از این واکنش شب گذشته افراد مسلح ناشناس با شلیک گلوله به سمت خانه وی او را زخمی کردند. تجلیل از روز والنتاین در هرات واکنش‌های پلیس و ریاست حج اوقاف ولایت هرات را به همراه داشت. سید محمد شیرزادی رئیس حج اوقاف ولایت هرات شب جمعه از شماری از رستوران‌های ولایت هرات بازدید نمود. بر اساس آنچه گفته می‌شود، آقای شیرزادی برگزاری مراسم والنتاین در شماری از این رستوران‌ها را به خاطر مروج نشدن فرهنگ غرب لغو کرده بود. پس از حمله شب گذشته افراد مسلح ناشناس و شلیک گلوله به سمت خانه‌اش، آقای شیرزادی به طور سطحی زخم برداشت. زمانی که بلند شدم حرکت بکنم دوباره پس نشستم به خاطر یادداشت یک مطلب که یک دفعه فیر شد و من سر خود را بلند کردم که فیر دوم شد و کمک مو پرزه های شیشه به سر ما آمد و یک زخم کوچکی هم شد، ولی الحمدلله به فضل و منت الهی از این سوء قصد نجات پیدا کردیم. نزدیک بودن زمان واکنش آقای شیرزادی به برگزاری والنتاین و شلیک افراد مسلح ناشناس به سمت خانه او موجب برخی گمان زنی ها شده است، از جمله اینکه ادعی این دو مسئله را با هم مرتبط می دانند. اما آقای شیرزادی بر موضع‌گیری های اخیرش باز هم تأکید کرده و گفته است که بر تمام موضع‌گیری های اخیرش که به خاطر حفظ ارزش های دین و ملت است ادامه خواهد داد. من تشکر می کنم از حکومت محلی هرات، از جناب والی صاحب، قماندان صاحب امنیه، رئیس صاحب امنیت که از دیشب تا اکنون حقیقتا بسیار رسیدگی کردند و این قضیه پیگیر هستند. ببینیم که نتیجه قضیه چه خواهد شد و چه کسایی در پشت این قضیه خواهند بود. در همین حال اداره محلی هرات اعلام کرده که آنان در تلاش دستگیری عاملان این رویداد هستند. هدایت جدی و اکید مقام محترم ولایت هرات به پلیس و نیروهای امنیتی ای هست تا به گونه همه جانبه این موضوع را بررسی کنند. ما امیدوار هستیم کاملین از قضیه هم دستگیر و پنجه قانونی سپرده بشن. طبیعتاً توجه به تامین امنیت شخصیت ها، مردم و اماکن عمومی یک از جمله اولویت های اساسی کار پلیس و نیروهای امنیتی است. این در حالی است که تا هنوز مشخص نیست شلیک گلوله به منزل آقای شیرزادی کار چه کسانی بوده است.
مورد ضرب و شتم قرار گرفتن یک پلیس ترافیک از طرف یک فرماندهی پلیس محلی در هرات با موجی از انتقادات ساکنان این ولایت مواجه شد. نجیب الله یکی از فرماندهان پلیس محلی در ولسوالی چشت ولایت هرات می باشد که یک نفر از منصوبین پلیس ترافیک را روز گذشته در چهارراهی مستوفیت این ولایت مورد ضرب و شتم قرار داده که این کار او با انتقادات شدید مردم هرات مواجه شده است. توریالی طاهری معاون شورای ولایتی هرات گفته که باید با این فرمانده پلیس محلی برخورد قانونی صورت گیرد تا این چنین قضایایی بار دیگر تکرار نشود. در همین حال امین الله امرخیل فرمانده پلیس هرات گفته که این فرمانده پلیس محلی خلع صلاح گردیده و با وی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. او تاکید کرده که به هیچ یک از نیروهای امنیتی اجازه برخورد نامناسب با شهروندان کشور را نمی‌دهد. برنامه تطبیق واکسین پولیو برای ریشه‌کن ساختن این بیماری در هرات آغاز شد. رئیس ساحت عامه ولایت هرات میگوید که در این دور 282 هزار طفل واکسین خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر این خبر. پولیو یا فلج کودکان یک بیماری ویروسی است که بیشتر کودکان کمتر از 5 سال به آن مبتلا می شوند. در کشور ما با وجود تلاش‌های چندین ساله نهادهای صحی، باز هم آمار ابتلا به این بیماری در گوشه و کنار کشور به ثبت می‌رسد. از همین رو امروز ریاست صحت عامه هرات به منظور ریشه‌کن کردن این ویروس برنامه تطبیق واکسن پولیو را به راه انداخته است. عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه هرات می‌گوید که در این دور کودکان در مرکز شهر، ولسوالی شیندن و آوارگان داخلی واکسن می‌شوند. تدابیری که ما داریم در هر ولایت سرحدات ورودی، نقاط ورودی و توسط تیمای سیار ما که همین مستقر هستند، هر طفل که وارد ولایت میشه واکسین میشه. شما اگر از راه های متره هم برین، حتی به میدان هوایی هم برین، واکسینات را اونجا حضور دارن 24 ساعته و مترهایی که میه اطفال زیر 5 سال رو واکسین میکنن و این به منظور عزیز که ما گردش ویروس پولیوی وحشیر به داخل ولایت خو مهار بکنیم. آقای تمنا میگوید که در این دور در هرات 282 هزار کودک واکسین خواهند شد. در همین حال غلام داوود هاشمی معاون مالی و اداری والی هرات این اقدام ریاست صحت عامه را قابل ستایش خواند و از تمامی خانواده خواست که در امر واکسین کودکانشان از هیچ نوع تلاشی دریغ نکنند. مقام ولایت هرات آمادگی عام و خاص برای این پروگرام گرفته، تمام شرایط و تسهیلات فراهم شده و ما پیام برای خانواده های محترمی است که همکاری لازم را داشته باشند، اطفال زیر 5 سال خورد به اسرع وقت و از این فرصت استفاده کنند، به مراکز واکسیناسیون که در نزدیک خانه ها از این احتمال زیاد در مکاتب مدارس و مساجد جابجا میشه، اطفال خورد به اونجا روان کنند و واکسین مند. در این حال قدرت الله شینواری مشاور اداره یونیسف در حوزه غرب کشور میگوید که تنها در افغانستان و پاکستان این بیماری به ثبت رسیده و اداره یونیسف در امر کمک به کودکان با مردم افغانستان همکار خواهد بود. چه هرات که مونږه اوس پوری خاص واقع نه لرو، دو جز دا چې مونږ په تیر جون میاشت کې یو واقع یا سمپل شدلتا مثبت راغله واغې نه روسته، الحمدلله دا نیگیټیو دی. نو یونیسف سو پورې تعلق ده، نو یونیسف د اغاهی په بخش کې په خلکو د خبرولو په بخش کې زمونږ اته سوا نه زیات کارکوونکي هغه په شینډنډ کې لګیا دي، او دغسې د آی ډی پیز یا د مهاجرینو یا د بې ځایه شوو خلکو دپاره مونږ خپل ټیمونه مشخص کړي دي چې هغه هم په کور په کور خیمه په خیمه باندې ځي او خلکو ته خبر ورکوي، تبلیغ کوي. طبق گفته های رئیس صحت عامه ولایت هرات از 3 سال بدین سو هیچ مورد مثبتی از وجود بیماری پولیو به ثبت نرسیده است. این در حالی است که در طول سال جاری تا به حال دو واقعه پولیو در کشور به ثبت رسیده است، در حالی که این رقم در سالهای گذشته به 21 مورد رسیده بود. والی هرات گفته که ثبت بناهای تاریخی این ولایت در فهرست میراث‌های فرهنگی جهان یا یونسکو در اولویت کارش قرار دارد. عبدالقیوم رحیمی والی هرات پس از دیدار از بخش‌های مختلف منارهای این ولایت خطاب به مسئولین اداره اطلاعات و فرهنگ گفته که این اداره باید در راستای حفظ بناهای تاریخی اقدام کند. آقای رحیمی تشکیلات و امکانات موجود در بخش‌های فرهنگی را با در نظر داشته رقم بالای بناهای باستانی و ساحات تاریخی
نحوی در این ولایت ناچیز خوانده و اطمینان داده که به خاطر اختصاص دادن بودجه یا بیشتر از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ به بناهای تاریخی هرات تلاش خواهد کرد. در حال حاضر بیش از 700 بنای تاریخی در ولایت هرات وجود دارد که از این میان حدود 270 بنای آن ثبت ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت می باشد. افراد مسلح ناشناس روز گذشته بر دو غیر نظامی در مرکز شهر فراه تیراندازی کردند. دادالله قانع عضو شورای ولایتی فراه به تلویزیون چکات گفته که افراد مسلح ناشناس بر دو نفر از دکانداران در مرکز شهر فراه تیراندازی کردند که در نتیجه آن یک نفر کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. اینا یک پسر و یک بچه بودند. پسرش بخش کنه طور جان خدا از دست میتن و پدرش حالفه شکر الحمدلله وضعیتش خوب است فعلا خوب هستن. اینا از طرف افراد مسلح ناشناس داخل دکانشان آمدن خیلاره به اصطلاح همه ای توبیس به خرشن انجام دارد داخل شهر در منطقه شاباز هستن. اداره محلی غور اعلام کرده برای کمک رسانی به آسیب دیدگان ناشی از باران‌های اخیر آمادگی لازم را دارد. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به تلویزیون چکات گفته که در نتیجه باران‌های اخیر در این ولایت به جز یک واقعه که بر اثر برف کوش در ولسوالی تولک رخ داده، سایر موارد آسیب‌های سطحی بوده است. اما در این نظر چون تلفن کمک‌ها قبلاً کرده شده و که اونا کمک را دریافت کردن برای فلان نشده. اگر کنم حادثه خیلی متراقبه هم ما در این بانوان رسیز نداشتیم به استثنه سلوانی طولتی هستم در برکوچ در فاجان خدا تستان و دوتان دیران دخلی شده که خیلی کمک رسیدی دو این منوانی هسته سوالان دریافت نکردن قبلی کنم حادثه نداشتیم. مسئولان امنیتی فراه در یک جلسه گزارش دهی دستاوردهای دو ماهه‌شان را به شماری از ساکنان این ولایت ارائه کردند. بر اساس گزارش مسئولان امنیتی فراه در طی دو ماه اخیر بیش از 200 نفر در پیوند به جرائم مختلف بازداشت شدند. در اینجا مسئولان امنیتی فراه در حضور شماری از ساکنان این ولایت کارکردهای دو ماه اخیرشان را ارائه می کنند. رحمت الله صدیقی فرمانده پلیس فرا در این جلسه گفت که طی دو ماه گذشته به 88 مورد امنیتی رسیدگی شده و بیش از 200 نفر را به اتهام نگهداری مواد مخدر و جرایم جنایی بازداشت نمودند. به گفته فرمانده پلیس فرا در این مدت ساحات ناامن در بخش‌های از این ولایت نیز از وجود پیکار جان طالب پاکسازی شده است. رسیدگی کرده چه یو سلو سلو سکرش نپر است مزدونین تگه هر زموشتونی اتا تیا واکی بزدین امون پینزوس واکی ده جنایی جو بودی اتا لس واکی ده مخاطره مواد بودی او دوویش نپر مزدونین دی یو لس واکی ده استخباراتی بخشوی دی چه یو دیش مزدونین دی. در همین حال والی ولایت فرا از گزارش دهی مسئولان امنیتی در این ولایت استقبال می کند و می گوید نیاز است تا تمام ادارات دولتی فعالیت های خود را به مردم گزارش دهند. چخپل برنامه رسادهی دی ولست آماده که آن سنگ چندن پمناسه در خپل برنامه رسادهی ولست آکر طول دارد دی ودی تر چون چه ولست دخپل اکوات نخواشی چه خیکر نیری کردی او که بدی نیری کردی او آیا داغا مشران دی ورکیا لری چه بخپل اداراتی که بوسی او کونو نسی هاگا چون چه خپل اداراتی که ورکیا رو کدل دی کار کرد کدل دی ولست خدمت دی که منگم تاین که هم پرسمی لحاظ او مانوی لحاظ داغن حمایت دیو او هاگا چون چه ورکیا دی دی لری انشاءاللہ ستاس هم کاری بان آغاز دن رو بکتیگی او بیواز به نور زوانان چه دتا ورکیا دی کار لری آغی با من زی پزای که با آنکه مسئولان امنیتی ولایت فرا دستاوردهایشان را ارائه کردند، اما برخی ساکنان فرا هنوز هم از وقوع جرایم جنایی و ناامنی هایی که توسط پیکار جان طالب روی می دهد شکایت دارند.
به بیان مقامات محلی بادغیس، منطقه مبارک شاه در ولایت بادغیس به طور کلی از وجود پیکارجویان طالب پاکسازی شده است. جمشید شهابی، سخنگوی والی بادغیس، به تلویزیون چکات گفته که در نتیجه راه اندازی دور سوم عملیات نظامی قالب 18 در این ولایت، ساحه مبارک شاه از مربوطات ولسوالی آبکمری به طور کامل پاکسازی شده است. ولسوالی ابکمری آغاز شد که منطقه مبارک شاه تصحیح شد و در درگیری با مخالفین مسلح دولت و مخالفین مسلح دولت تلفات وارد شد. برای فعلا قطعات مشترک امریکی در ساحات خود منتجم استن، اگر ضرورت پیدا شوه الى به ساحات انتقال دادن شوه، ساحات کله مشکوک مخالفین مسلح دولت اگر تحرکات داشته باشند در بعض ساحات اینا عملیات آغاز میکنند. حکومت افغانستان به خاطر برنامه سفر اعضای تحریم شده یک گروه پیکارجویان طالب به پاکستان رسما به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان در نامه‌ای به کمیته تحریم‌های شورای امنیت گفته که پاکستان به خاطر میزبانی از نمایندگان پیکارجویان طالب با حکومت افغانستان مشورت نکرده است. پیش از این وزارت خارجه کشور از شرکت نمایندگان پیکارجویان طالب در نشست دو روزه مسکو نیز به سازمان ملل شکایت کرده بود. این در حالی است که سه روز پیش پیکارجویان طالب در خبرنامه‌ای اعلام کردند که اعضای هیئت این گروه در سفر به اسلام آباد با نمایندگان آمریکا و عمران خان نخست وزیر پاکستان دیدار خواهند داشت. و باز هم خبری از سفر پیکارجویان به پاکستان. پیکارجویان طالب اعلام کردند که سفر نمایندگان این گروه به پاکستان و دیدار آنها با عمران خان نخست وزیر پاکستان که قرار بود فردا انجام شود لغو شده است. بر اساس برخی گزارش ها این دیدار به دستور ملا هبت الله آخوندزاده رهبر گروه پیکارجویان طالب لغو شده است. یک عضو پیکارجویان طالب که از آن نام برده نشده به رسانه ها گفته که هیچ نماینده ای از این گروه به پاکستان سفر نخواهد کرد. پیکارجویان طالب درباره دلیل لغو سفر نمایندگان این گروه به پاکستان اظهار نظری نکردند. اما روز گذشته حکومت افغانستان به خاطر برنامه سفر اعضای تحریم شده یک گروه پیکارجویان طالب به پاکستان رسما به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. رئیس جمهور غنی در حاشیه نشست مونیخ در آلمان با مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مورد روند صلح و اصلاحات انتخاباتی در انتخابات آینده افغانستان صحبت کرده است. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، در این دیدار مایک پنس از اقدامات رئیس جمهور غنی در مورد اصلاحات انتخاباتی و برگزاری نشست بزرگ مشورتی صلح در کشور قدردانی کرده است. پیش از این نیز نماینده اتحادیه اروپا و سازمان نظامی ناتو از روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده حمایتشان را اعلام کرده بودند. آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و سوریه هشدار داده است. خانم مرکل در سخنرانی روز گذشته خود در کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را پیش از وقت خوانده و گفته که خروج هر چه زودتر نیروهای آمریکایی از سوریه و افغانستان میتواند نفوذ ایران و روسیه را در منطقه تقویت بخشد. این در حالی است که جنرال جوزف وتل، فرمانده نیروهای آمریکایی در شرق میانه، گفته بود که آمریکا ممکن است بیش از 1000 سربازش را از افغانستان خارج کند. حامد کرزای، رئیس جمهور پیشین کشور، با اشاره به نشست پیکارجویان طالب به مقامهای پاکستانی و آمریکایی در اسلام آباد تاکید کرده که روند صلح نباید از طرف قدرت‌های رقیب برای اعمال نفوذ در افغانستان به گروگان گرفته شود. آقای کرزای گفته که برنامه غیرمنتظره دیدار نمایندگان پیکارجویان طالب با نمایندگان آمریکا در اسلام آباد این خطر را به همراه دارد که افغانستان را به دامن بازی‌های منطقه‌ای بیاندازد. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که 4 روز پیش نمایندگان پیکارجویان طالب در خبرنامه‌ای اعلام کردند که با مقام‌های آمریکایی و نخست وزیر پاکستان در اسلام آباد دیدار خواهند کرد.
عبدالله رئیس اجرایی در دیدار با زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در مورد صلح گفته که هیچ اولویتی بالاتر از پایان دادن به جنگ 40 ساله در افغانستان نیست. در خبرنامه ریاست اجرایی آمده است که این دیدار صبح امروز در کابل انجام شده و در آن زلمه خلیلزاد درباره دیدارهایش از کشورهای منطقه و جهان به رئیس اجرایی معلومات داده است. با اساس خبرنامه رئیس اجرایی در این دیدار بر اهمیت مالکیت حکومت و مردم افغانستان در مذاکرات صلح تاکید کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور صلح کشور در جریان پنجمین دور سفرهای خود به منطقه و شماری از کشورهای اروپایی قرار دارد. مؤسسه حمایت از کودکان کشور اعلام کرده که اکثر کودکان خیابانی و کودکانی که والدینشان معتاد به مواد مخدر می باشند با خطر معتاد شدن روبرو هستند. این مؤسسه وضعیت آن عده از کودکانی که معتاد به مواد مخدر هستند را ناگوار اعلام کرده است. این در حالی است که بر اساس سروی سال 2005 وزارت مبارزه با مواد مخدر در حال حاضر بیش از 1 میلیون کودک شامل دختر و پسر زیر سن 18 سال از اثرات مواد مخدر در کشور متأثر می باشند. یافته های این وزارت نشان می دهد که رقم کودکان مبتلا به مواد مخدر در کشور رو به افزایش می باشد. پیش از این نهاد بین المللی حمایت از کودکان نیز در افغانستان از جمله گفته بود که افغانستان از جمله بدترین کشورها برای کودکان خوانده شده است. وزارت دفاع ملی در خبرنامه ای از کشته شدن 6 گروه عضو گروه داعش در ولایت ننگرهار خبر داده است. بر اساس خبرنامه وزارت دفاع این افراد در عملیات نیروهای هوایی در ولسوالی خوگیانی ننگرهار کشته شدند. ولایت ننگرهار به عنوان مرز گروه داعش، مرکز گروه داعش در افغانستان دانسته می شود. چندی پیش رئیس جمهور غنی در سفرش به این ولایت گفته بود که گروه داعش در ننگرهار شکست خورده است. اما پس از آن برخی از نمایندگان مردم ننگرهار در مجلس نمایندگان گفته بودند که داعش هنوز هم در بخش هایی از این ولایت حضور دارد و به صورت کلی شکست نخورده است. دو جوان در ولایت دایکندی دست به خودکشی زدند. زکیه رضایی رئیس امور زنان ولایت دایکندی گفته که روز گذشته یک زن که مدیر مکتب در مرکز این ولایت بود خودش را حلق‌آویز کرده است. همزمان با این رویداد یک پسر نیز با خوردن مرگ موش اقدام به خودکشی کرده که فعلا در بیمارستان مرکزی این ولایت تحت درمان قرار دارد. به بیان مقامات محلی دایکندی علت هر دو مورد خودکشی خشونت‌های خانوادگی عنوان شده است. وزارت فواید عامه کشور اعلام کرده که گذرگاه سالنگ به دلیل بارش برف بار دیگر به روی ترافیک مسدود گردیده است. در خبرنامه وزارت فواید عامه آمده است که طوفان شدید در سالنگ محدودیت ایجاد کرده و به منظور جلوگیری از تلفات انسانی و خسارات مالی اجازه رفت و آمد به مسافران از این گذرگاه داده نمی شود. وزارت فواید عامه گفته که در صورت بهبود وضعیت موجود در سالنگ این شاهراه تا شام امروز به روی ترافیک دوباره باز خواهد شد. گفتنی است که در دو هفته گذشته برای سومین بار است که شاهراه سالنگ که 9 ولایت شمالی را به پایتخت کشور وصل می کند به دلیل برفباری ها به روی ترافیک مسدود شده است. کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی اعلام کرده است که برای جلوگیری از وجود کارمندان خیالی و مدیریت درست منابع بشری تمام کارکنان خدمات ملکی بایومتریک می شوند. احمد نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفته که برای مدیریت درست منابع بشری و انسانی در کشور نیاز است تا تمام کارمندان خدمات ملکی از طریق بایومتریک ثبت شوند. این روند پس از اجرایی شدن در کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در وزارت معارف تطبیق می شود و سپس به دیگر اداره های دولتی تعمیم خواهد یافت. بر اساس آمارهای موجود اداره های خدمات ملکی در حال حاضر حدود 424,000 کارمند دارد. تا لحظات دیگر با خبری از خارج کشور.
ادامه خبرها. آمریکا 5 مقام ارشد دولت ونزوئلا را تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا روز گذشته ضمن اعلام تحریم‌ها علیه 5 مقام نظامی و امنیتی نزدیک به نیکولاس مادورو، او را رئیس جمهور سابق ونزوئلا خطاب کرد. این وزارت 5 نفر از مقام‌های ارشد این کشور را به جرم‌های مختلف تحریم و معامله شهروندان و شرکت‌های آمریکایی با آنها را ممنوع قرار داده است. به گزارش رسانه‌ها دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است: This is your 100th year of independence. افراد تحریم شده از متحدان نیکولاس مادورو رئیس جمهور نامشروع سابق هستند که دموکراسی و مدافعان دموکراسی در ونزوئلا را سرکوب می‌کنند. And self-determination through the decades of brutal Soviet occupation. یکی از این 5 نفر شخصی است که وزارت خزانه داری آمریکا او را رئیس نامشروع شرکت نفت دولتی ونزوئلا نیز توصیف کرده است. طبق این تحریم‌ها تمامی دارایی‌های این افراد در آمریکا مسدود و معامله شهروندان و شرکت‌های آمریکایی با آنها ممنوع خواهد شد. یک دیگر از این افراد رئیس بخش ضد اطلاعات ارتش ونزوئلا است که به گفته وزارت خزانه داری آمریکا یکی از مسئولان اصلی نقض جدی حقوق بشر و سرکوب جامعه مدنی و مخالفان دموکراتیک است. مانوئل ریکاردو کریستوفر رئیس اداره امنیت ونزوئلا نیز از جمله تحریم شدگان است و وزارت خزانه داری آمریکا گفت که او بر شکنجه وسیع، نقض گسترده حقوق بشر و سرکوب گسترده مخالفان نظارت می‌کند. دو فرد دیگری که در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند، فرمانده یک واحد نیروی مخصوص ارتش و دیگری از معاونان ارشد اداره امنیت ونزوئلا هستند. دولت آمریکا ماه گذشته خوان گوادو، رهبر مخالفان و رئیس مجلس نمایندگان ونزوئلا را به عنوان رهبر قانونی و رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت شناخت. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیکولاس مادورو را به عنوان بخشی از یک حکومت مافیایی نامشروع و مسئول اصلی سقوط اقتصاد این کشور توصیف کرده است. خوان گوادو که پس از سالها اختلافات درونی توانسته است مخالفان حکومت ونزوئلا را متحد کند، وعده داده که به تظاهرات تا کنارگیری نیکولاس مادورو ادامه خواهد یافت. تا کنون دو موج گسترده اعتراضات خیابانی علیه حکومت نیکولاس مادورو روی داده که مورد اخیر آن در سال 2017 به دلیل سرکوب خاموش شد. موج اخیر اعتراضات با برگزاری یک راهپیمایی گسترده در شهر کاراکاس آغاز شد و در آن خوان گوادو در برابر هزاران تظاهر کننده به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا سوگند خورد. در پایان مروری دوباره داریم بر سرخط مهمترین خبرها. رئیس حج و اوقاف هرات از یک سوء قصد جان سالم به در برد. در حمله ی افراد مسلح ناشناس رئیس حج و اوقاف به گونه ی سطحی زخم برداشت. آغاز تطبیق واکسین پولیو در هرات. رئیس صحت عامه هرات میگوید که در این دوره 282,000 طفل واکسین خواهند شد. بازداشت 200 نفر در فرار به ارتکاب جرائم گوناگون. این افراد طی 2 ماه اخیر از سوی پلیس این ولایت بازداشت شده اند. لغو سفر نمایندگان پیکارجویان طالب به پاکستان. این سفر پس از شکایت حکومت افغانستان به سازمان ملل لغو شد. و اینکه آمریکا 5 مقام ارشد دولت ونزوئلا را تحریم کرد. بینندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت که تقدیم حضورتان شد. شما می توانید 7 روز هفته و 24 ساعت شبانه روز مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان و به خصوص مهمترین خبرهای حوزه جنوب غرب کشور را از طریق وبسایت تلویزیون چکات دنبال کنید. در هر جای جهان که زندگی می کنید بدون محدودیت زمانی و مکانی با مراجعه به وبسایت تلویزیون چکات می توانید برنامه های ما را هم به طور زنده و مستقیم تماشا کنید. از اینکه تیم خبری تلویزیون چکات را همراهی نموده اید سپاسگزارم. ایام به کامتان، بدرود.